الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على جهات شهادية أرواح تجيب الشهداء هو حضرة الإمام أمي بدشتغان زن حقوق المدن والمعلمان وأساتذمون الفاتحة مع الصلاة عرض بخدمتون سوالی کردن که این چرایی در حقیقت چرایی شفاعت تکوینی، حالا یه جواب میدیم، جواب دقت بکنید که مشخص بشه. ببینید ما بحثمونم تا الان همین بود، وقتی بحث اولی آیت الکرسی رو خوندیم بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. وعرض به خدمتتون که بعد از این بحث حی قیوم با تمام تفاصیلی که عرض شد، بعد یک ملکیتی رو طبیعتاً این حی قیوم درست میکنه که این ملکیت در تمام تار و پود شیء میره، این ملکیت تبدیل به شأنیت میشه، معنیش اینه اگر کسی مالک چیزی هست مالک نیست در حقیقت، ضمن اینکه مالک است و نیست. خب یعنی شما باید در بستر شأنیت تصویر کنید همین چیز، نه در بستر نفسیت. خب این بحثایی بود که باید همینجوری تو ذهن بمونه. یعنی چیزی از مالکیت، اگر یه شیعی مالک است، مثلا قوه خیالم مالک اون تصویریه که قوه خیالم ساخته، ولی اینا همه مالکیت منه. از میشود مالکیت رو کلن نفی از بقیه چیزا. وقتی که شما دارید اشاره به در ارتباط با ذات الهی نگاه میکنید، میشه نفی کرد. اونجا قاعده چیز فقیر بودن، انتم الفقراء الی الله الله هو الغنی الحمید، او غنیه. این معنای توحیدی که شما هم کثرت رو بپذیری و وحدت رو بپذیری، اندا کثرت رو توحید کثرات بکنی، این فقط در قالب اسم و شأن اتفاق میفته، نه در قالب نفس و نفسیت و ذاتیت. لذا ذات نداره، نفس نداره، خب در مقابل الهی اینا نداره، اینا در مقابل همدیگه هستن که همچی چیزایی دارن. این معنی اگر بماسه، اون موقع خود این کثرات، ببینید دیگه وقتی من میگم کثرات، شما باید کثرات شعنی بفهمید دیگه، کثرات اسمی بفهمید. یه تراتیبی تو خودش داره. خب یعنی فرض کنین که یه سری اسماعی اسماع بالاتر از یه سری اسماع دیگه، سبقت اسماع بر هم مثلا ما داریم. خب که حالا میگید که این شفاعت تکوینی باید باشه، اساسا خاصیت خلقت اینه که شما مثلا فرض فرمایید که همین الان سمیع و بصیر بالاست علیم پایینه، یا سمیع و بصیر پایینه علیم بالاست. شما الان این اسماء الهی شما تصورتون چجوریه؟ یعنی بله علیم بالا قرار میگیره دیگه، یعنی سمیع و بصیر جلوه ای از علیمند به عبارتی. پس علیم بالاست، سمیع و بصیر پایین تره. اگر سبقت این اسم ها رو نسبت به هم دیگه، شما خاصیت چینش نظام هستیه اینا، مثل سلسله اعداد میمونه که گفتم تراتیبش تراتیب واقعیه اینا. برای همین دارم مثلا یا من سبقت رحمته غضبه،
یعنی این اسم سابقه بر اسماعیلی است، یعنی اسم چیز از این سبقت گرفته. یا همین دعای سحری که هست و شما حتما لاغل دم سحری میشنوید این رو، که یه تابع داره دیگه، اللهم منی از اسئله که من ایکس که به ماکسیموم ها و کل ایکس که رفیع. خب این تابع کلی این دعای سحر دیگه. خب ببینید تو اونجا خیلی عبارت های دعای سحر عبارت های دقیقیه که اتفاقا توجیه بحث شفاعته. نه و کل ایکسه که ماکسیموم نیست دیگه، نه اللهم انی اسألو که مثلا من اسماء که به اکبره ها، من از اسماء اکبرشو میخوام و کل اسماء که کبیره. ببینید همه اسم ها به دلیل چیز، به دلیل وجود ذات درش طبق رفیع و درجات همشون بزرگن. و من یادتون هست سر رفیع و درجات من عرض کردم اینا خدا در هر درجه ای هم باشه رفیعه، چون ذات هست. و چرا دیگه اتهام میگه که اسماء کبیر و اکبر داره. و ببینید میگه اللهم انی اسالک من اسماء که به اکبرها، من اکبر الاسما رو طلب می‌کنم، گرچه و کل اسمایی که کبیره. من نمیخوام بگم اسمایی مثلا کبیر صغیر داره، ولی کبیر اکبر داره. خداوند رفیع درجه نیست، نه خیلی، خداوند رفیع درجاته. این جالبش همینه، اصلا اقتضای شأن این است که من الان روح من در هر مرتبه، یعنی در مرتبه عقل ریخته باشه، در مرتبه خیال ریخته باشه، کلا خیال پایین تر از عقله. خب این مرتبه عقلانی من، منم، مرتبه خیالی منم، منم، اون حاصل از اینا هم باز داره منم. خب و چون منم بزرگ، یعنی خودمم. خب ولی اینا هم واقعیت داره، واقعیت داره، طبق بحث شأن واقعیت داره. خداوند رفیع درجه نیست، خداوند رفیع درجاته. خب خداوند درجات داره و همه اینا هم خودشه. خب لذا اون توحید مطلق رو باید نگه دارید. بعد میگه که اللهم من مثلا من کمال که به اکملهی و کل کمال که کامل. خب اللهم انی اسأل که مثلا من عزت که به اعزها و کل عزت که عزیزه. یعنی ما عزیز و اعز داریم، عزیز و ذلیل نداریم ما تو دستگاه الهی. یعنی شما نگاه میکنید در حقیقت اینا تراتیب دارن نسبت به حضرت حق. خب و اینا عزیز و اعز دارن، نه عزیز و ذلیل. اینا کبیر و اکبر دارن، نه کبیر و صغیر. اینا اکمل و کامل دارن، نه. حتی این نکته رو حالا داشته باشید تو بحث شفاعت مهمه، اللهم انی اسالک من مشیتک به امضاها و کل مشیتک ماضیه. خب این دعا خیلی دعا عجیبیه. اصلا مسئله شفاعت یعنی همین. حالا بعدا که اللهم انی اسالک من مشیتک و به امضاها، یعنی به ماضی ترین مشیت، به شدنی ترینش و بزرگترینش، و کل مشیتک ماضیه. اینجوری نیست که چیزی جلو مشیت رو گرفته، یعنی مشیت از اون حالت اطلاقیش خارج شد، ولی من دارم تو اسما یک سیری میکنم، میرم رو اسم امضا میشینم، نه رو اسم ماضی. نمیدونم عرضم یه خورده چیزه، میدونم ممکنه احساس سختی میکنید مثل به این فرمایش، ولی یه خورده دل بدید به قول مده ها. حالا عرض میکنم دیگه، شما اگه بحث شأنیت رو نگه دارید، هی البته تراتیب رو نگه دارید، تراتیب زائیده هستیه. ببینید مثل اینی که چجوری برق چیز رو، برق دکل رو نمیشه زد به لامپ،
این لامپ اقتضاشو نداره که دغدغه دکل رو بگیره، برای همین تراتیب درست میکنه. منتها مراتب خاک بر فرق من و تمثیل من تو همه اینا. یوه اینجوری نه فکر نکنید که یه دونه ترانسفورماتور مستقل کاهنده اینجا وجود داره که داره مثلا این میشه وجود رسول الله، مثلا نه این نیست. خب که مثلا اینا یه سری ترانسفورماتورهای کاهنده این داستانه. نه اون فیز اصلا تعبیر واسطه الفیز یعنی همین. و کسی هر چقدر در مرتبه من هی میگم این میشه عبودیت و میشه عبدیت، در حقیقت به خاطر همین نکته است که هر کسی شأنتر میشه به شأنیت مطلقه میرسه. خب هر کی قیودش رو کنار میذاره به شأنیت مطلقه میرسه، بعد مطلق شأن که میشه میشه واسطه الفیض. و یعنی ما همه واسطه فیضیم، کسی صاحب فیض نیست که. من الان مثلا من دارم به شما قرآن یاد میدم که من صاحب فیض نیستم که، منم واسطه فیضم. و یه داستان چیز، داستان شأنیت یعنی همه واسطه فیضن، منتها یکی از واسطه تل فیضه. و من ما هم واسطه فیضیم، ما صاحب فیضیم. پس مثلا نه دیگه، بحث شأنیت. تازه تو این دعای سحر راجب شکل دقیقاً هندسی قدرت خدا هم یه توضیح داده دیدید بگیم حالت که با کل قدرت که مستطیله یه بعد از یه ماه با خدا باید اینقدر رفیق شده باشیم نشه یه شوخی دستی. پس این اسما ببینید، کبیر اکبر داره، مشیت امضا و ماضی داره، نمیدونم اکمل و کامل داره، عزیز و عز داره، اینا این تراتیب هستی در حقیقت وجود دارن. عقل بالاتر از قوه خیاله. خب عقل بالاتر از قوه خیال، خیال پایینتره، جسم مرتبه جسمانی پایینتر از اونه. این جایگاه های خودشه. خب اینها رو نسبت به اون قیود خودش اگه نگاه بکنی، خب اینا منحصرن در همون چیز. این همون است که شما ما اصابه که من حسنتن فمن الله، ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، کل من عند الله. ببینید یعنی این بالاخره از زیر پر خدا که در نرفته که، حسنه و سیه. ولی حسنه چیزیست که مربوط اون فیضه و با خدا نسبت برقرار میکنه، اون همون فیضه است. لذا ما اصابه که من حسنت فمن الله و ما اصابه که من سیهت مربوط به همین این قیده. این کلن برداشت از مرتبه میشه. برای همین است که من یه مثالی قبلا زده بودم. شما ببینید این احکام وجودی و احکام عدمی، بعضی بالا احکام وجودی بالا میره، احکام عدمی بالا نمیره. مثلا شما مثلا یه نور ضعیف خب یه اتاق رو روشن میکند، این نور ضعیف یه سالن رو روشن نمیکند. خب یعنی دو تا حکم دیگه. الان شما نگاه بکنید ببینید دو تا حکم میخوره به دو جا. وقتی میگید یه نور ضعیف یه اتاق رو روشن میکند، لنورهی یا لضعفهی؟ بله لنورهی دیگه. اگه میگید یه سالن رو روشن نمیکنه، لنورهی یا لضعفهی؟ لضعفهی دیگه. یعنی حکم، حالا شما میبینید حکمی که وجودیه میره بالا. مثلا یه اتاق رو یه نور ضعیف روشن میکنه، نور قویتر نه روشن میکنه، قویترش نه روشن میکنه، که لنوره یه، این حکم میره بالا. ولی یه حکم عدمی چون که از مرتبه اخذ میشه، نه از فیض، نه از وجود، از حاشیه وجود، از عدم وجود داره، عدم وجود با وجود نسبت برقرار نمیکنه. خب برای همین است که شما اون حکم نمیتونید ببرید بالا، نمیتونید بگید اگه یه نور ضعیف یه مثلا سالن روشن نمیکنه، یه نور قوی تر هم یه سالن روشن نمیکنه، این حکم نمیره بالا، حکم تو مرتبه گیر میفته. عرضم واضحه؟ اون موقع است که ما تو بحث شفاعت بیاید تو همین فضا وقتی که نگاه بکنیم و با بحثایی که از قبل کردیم، اون موقع تصویر شفاعت که الان تو این فاصله من میخوام تصویر رو بدم، تصویر شفاعت
با این چیزی که ما گفتیم یه مقداری میفهمیم که داره فاصله میگیره از شفاعت‌های دنیوی، یه استقلالی، بلکه نه تنها سببیت رو زیر سوال نمیبره، مؤکد این سببیت اتفاقا. انگار یه سوالی بود که اگر همه مالکیت برای خدا میشه پس شفاعت چی میشه؟ بودن من ذا الذی یشفع عنده، کیه که باید این کسی شفاعت نمونه الا به اذن، با همون فرهنگ اذنی که ما عرض کردیم که تو خود اسماء شکل میگیره. بازم اذن، نه این که میگن تو رو یه کاری بکن اون ولی استقلال میره یه کاری میکنه، یه چیزی میدن دستش میره، چیزی اگرم دستش هست دستش نیست، اگه دستش مالش نیست. خب برای همین است که کسی که هی عبد میشه میفهمه تمام تصرفاتش تصرفات ما غیر مالکانه است. خب و همین است که بعد سلوکی داره که اصلا میبینی تصرفات غیر مالکانه احتیاج به اذن داره و سر خود نمیتونه تصرف کنه، تصرف خداست در یه چیزی داره تصرف میکنه. خب شما نگاه بکنید یه دست آیات با همون منطقی که گفتیم که میاد کلن نفی میکنه، میاد کلن نفی میکنه، چراییش هم بعدا معلوم میشه که حالا قبلن آیات توضیح دادم. مثلا شما این آیه رو نگاه بکنید، آیه 48 سوره مبارکه بقره، اینو نگاه بکنید، آیه 254 بقره هم نگاه کنید. در آیه 45 سوره مبارکه بقره اینا همه اون نفی مطلقه است که واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، یعنی شفاعتی کلا چنین ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، هیچ شفاعتی وجود نداره. خب اینها هم تخصیص نمیخوره، دقت کنید اگه بعدن شفاعتی اثبات شد میدونید که قواعد کلامی تخصیص نمیخوره، اینو به اساس تخصیص نباید بفهمید. حالا تخصیص رفقای طلبه ها میدونن تمام چیزاش یعنی چی، تمام ضوابطش. اینجوری نیست که مثلا اگه تخصیص، مثلا فرض کنید یه جای شفاعت اثبات شد بگیم این آیه مخصص اون آیه است، اصلا اینا مخصص نیستن، اینا آبی از تخصیصن. یعنی شما باید چجوری میگی مالکیت هست و نیست، هست به اذن هست، نیست یعنی واقعیتش بازم نیست، کسی مالک نیست، به اذنم هست بازم یعنی نیست. خب اینجوری نیست که بگیم که آیه مثلا با آیه دیگر تخصیص کنه. برخی از مفسرین که با این فرهنگ جلو نیومدن حرف از تخصیص زدن، فکر کردن این آیات یا مثلا آیه 254 سوره مبارکه بقره که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه، هیچ بیعی نیست، هیچ رفاقتی هم نیست، هیچ شفاعتی هم نیست. این آیه رو نباید بگیریم که خب نه، ما که میدونیم شفاعت ائمه هست پس اینو با اون تخصیص میزنیم، اصلا اینجوری نیستا. اینا اصلا این بیانات آبی از تخصیصه. ما خیلی وقتا این مثلا داریم فمنزل، مثلا ما حالا میگم چرا اینو تخصیص نمیخوره، حالا میگم مثلا ما داریم که یعمل مثقال ذره خیرا یره و یعمل مثقال ذره شرا یره. خب گفتن با استغفار تخصیص خورده، نه اینجوری نیست، اینا با استغفار تخصیص نخورد. به قول حضرت امام میفهمند اینا آبی از تخصیصه، اصلا این گزاره‌های کلامی اینجوری آبی از تخصیصه، فقه نیست که اینجوری. در حقیقت این که آیاتی که خب دیگه حالا فراوان و شنیدید که در زمین اثبات شفاعت، چه اثبات کسی که شفاعت میکنه، چه اثبات برای کی شفاعت میشود، مثلا لمن یشاء و یرضا، کی شفاعت میکنه، کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا، نمیدونم و همین جوری، کیا شفاعت میکنن، ملائکه شفاعت میکنن، ولا یشفعون الا لمن ارتضا
برای کسی که راضی و هم من خشیته مشفقون، همه اینهایی که اومده شما باید ببرید تو همین منطق توحید کسرات، تو همون اون موقع است که شما اگر اونجا نبرید شفاعتی دارید طرح میکنید از جنس شفاعتهای دنیایی که اسمش شراکته، از یعنی تخریب داره مولویت مولاست. یالا عرض میکنم اینو توضیح میدم. این آیه رو ببینید، سوره مبارکه انعام آیه 94 به صفحه 139 صفحه آیه 94 ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم، اون چیزایی که بهتون دادیم خلاصه ترکتم ول کرد ورا ظهورکم و ما نرا معکم، ما ندیدیم با شما شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا. یعنی شما بحث شفاعت رو خب که اینا هم میگفتید بت‌ها شفعاءنا عند الله هن، اینا لیقربونا الی الله زلفان و همه اینا، ولی شما شفاعت رو چونی ببینید ما بت پرستی رو انقدر بد معنا میکنیم که به یک سری دیوانه بیشتر نمیخوره همچی کاری بکنه. مثلا 1 میلیارد و خورده آدم تو چین فقط اینا بت پرستن، 1 میلیارد و خورده دی تو هند بت پرستن، خب بیشتر خلاصه موجودات روی زمین الان بت پرستن. خب بعد تو اینا آدم حسابی هست و فلان. من یه موقعی نرس کردم شاید ما این تو این هند یه معبدی داره، معبد آکشاردام، حالا کسایی که رفتن میدونن تو معبد آکشاردام اونجا این خداها رو که معرفی میکنه، بعد چیز میکنه این خداها رو میبره زیر پر یه خدای دیگه‌ای به نام او، اسمش اوه، همون هوه ماست، و یه تصویری اگه بخوام درستش کنم تصویر اسماء میده از اینا. منتهای مراتب همین حسی که ما نسبت به شفعاء داریم، که حسی که حالا خیلی دارن، حالا ما نه، ما چون که خیلی خوبیم خیلی فرهیخته ایم همچین حسایی نداریم، ولی یه حسی داریم، تقریبا حس پارتی بازی، حس دور زدن، حس نقض قانون، حس نقض جزای قانون، حسای اینجوری. خب اینها رو در حقیقت میاریم از زیر اون پر میاریم بیرون، از زیر پر اسما میاریم بیرون، یه نقش شفاعت، اون دیگه شفاعت نیست، اون شفاعتی که گفتن اون دیگه اون اسمش شراکته، که اینو ما میونه در ما هم هستم، در خیلی از ما، حالا ما چون خیلی خوبیم نیست، ولی در خیلی ها این حس وجود داره که این یه جوری حالت شراکت داره و تهدید داره مولویت مولاست، یا تهدید حکمت، یا تهدید قوانین، تهدید یعنی محدود ساختن و تخصیص زدن اونا، یا تهدید و تخصیص زدن جزائیات قانونه. خب یه تصویرای اینجوری میگه این اینی که شما دارید فکر میکنید این دیگه شفیع نیست، این شفیع که من میگم نیست دیگه، و یعنی میدونید که این بوتایی که اینا میسازن که اینا رو نمیپرستن، اینا در حقیقت شکل یه شکل ترسیم شده ایست، مثلا از اون اسم یا از اون خدا، از اون ملک، مثلا از اون چیز، از اون، و یعنی چیزی که خودش میسازه که انقدر خر نیست که آزم فکر بکنه منو این ساخته اون موقع. بعد ما یه همچین تصویری میدیم از بت پرستی، اولا به ما نمیخوره، بعدش هم جایی که این همه قرآن سرش اصرار کردیم تا اونو که اصلا به ما نمیاد، کما که سر تصویر ولد همین جوری هستیم. حالا بس باز مفصله، این که شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، یعنی دیگه این شفیع نیست، این شریکه، اینی که شما درست کردید از تو این توحید کثیر عملا خارجه، اینی که درست شده. اون موقع این آیه رو بیارید باز، آیه سوره مبارکه زمر، این آیه مهمیه، میشه صفحه
463 آیه 44، صفحه 463 آیه 44. در آیه 43 داره ام اتخذوا من دون الله شفعا، آیا اتخاذ کردن من دون الله شفعا از غیره؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. این دلیلش این که اینا نمیدونن اینا مالک چیزی نیستن. ببینید یه نفی مالکیت رو با اثبات مالکیت باید با هم بتونه جمع بکنید. کسی مالک چیزی نیست اصلا. خب قول پیغمبر اینو بگو، ببینید این هم تخصیص نداره، اینه قل لله الشفاعت و جمیع، شفاعت همش برای خود خداست چون مالکیت برای خود خداست. ببینید له ملک السماوات و الارض، چون مالکیت این اینه، این برعکس همین آیت الکرسیه خب و تعلیل اونه به عبارتی، این برعکس نیست، صورت ظاهریش برعکسه. چون له ملک السماوات و الارض، هر چی هم شفاعت هست قل لله الشفاعت جمیعا، خب یعنی کسی مالکیت نداره. پس اگر شفاعتی هم هست شفاعت فقط به خدا برمیگرده، اگر به دیگران هم برمیگرده همش به خدا برمیگرده. ببین تخصیص نه، ذیل همین آیه مراجعه کنید به المیزان، ببینید ایشون میگن یه معنی دقیق، یه معنی ادب داره، معنی ادب بشه، نه اینکه تخصیص خورده، بلکه همش همینه، همه اون شفاعت برای خداست، چون که همه چی برای خداست، همه چی در مالکیت خداست، اگرم بقیه دارن باز خدا دارد اونا، این اقتضایش هست، نه اینکه بقیه دارن به لطف الهی مثلا با تعبیر اینجوری مثلا خدا داده بهشون همچیز، همچه قدرت هایی رو خدا هیچی رو واگذاره به هیچکی نکرده، این معنی اسمه. خب خدا هیچی به هیچکی نمیده، همین خب این معنی، نمیدونم باش چیز شدید یه مقدار با این معنی اسم، معنی شأن، که خدا هیچ چیزی رو به هیچ کس نمیدهد چون که کسی نیست، اصلا کسی نیست، چون دارید رابطه با ذات حساب میکنید دیگه، ذاتی نیست که بخواد خدا اون رو به اون بده. خب خدا چیزی رو به کسی نمیدهد، لذا هر چیزی که در به اذن باشه همش پیش خداست. باز همش این مثال ذهنی رو تو ذهنتون بیارید معلوم میشه، همه اون تصورات و فلان قوه خیال، همه اون قوه خیال همش خدا هم دیگه، همش الان همش با هم دیگه خودم هم. درسته تراتیب داره ولی خودم هم. همش این قل اینجوری بگو که لله شفاعت و جمیع، اینجوری یه تصویر خیلی دقیقی برای مملوکیت و مالکیت و همه اینا داره. حالا نکته داستان اینه، ببینید بله هر چی هست شما ذات رو نفی بکنید از موجودات، تراتیب میمونه خب، و اون موقع اکبر و کبیر میمونه، که حالا تو شفاعت ها میگم. ببینید مثلا یه تصویری هست بعضی میدن که تو این تصویر شما باید از اسباب استفاده بکنید، مثلا این اسبابی که خدا گذاشته. خب این حرف هم درست هم غلط، مثلا میگم برای بیماری شما باید دارو بخورید، بعد یه داستان از حضرت موسی میارن، حضرت موسی مثلا مریض شد و دارو نخورد، گفت خدا تو شفا بده، خدا هم گفت موسی تا این دارو رو نخوری من شفا نمیدم. خب ببینید این داستان ها درسته و ناقصه. درسته به خاطر که دارو هم همون مجراییه که عملا داره این اسم شافی توش جریان پیدا میکنه، اما ما اسماء کبیر و اکبر داریم. یه موقع از یه نفر میخواد حکمت رو زیر سوال ببره، خب چون که اسم حکیم اون بالا یکی از بالاترین اسماه، خب اسم حکیم اینجوریه که برای همین است که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای کسی که هیچ توسلی حکمت تو عبی نمیبره، چون از این اسمای بالاست، همه عالم رو برای این ساخته،
یه وقت تو با دارو نخوردن اساسا میخوای حکمت رو ببری زیر سوال، یعنی داری تو اون اسم بالایه رو میخوای خراب کنی. خب بی خود میخوای همچی کاری بکنی. خب ولی آیا این شفا در سبقت اسماء و هم دیگه تو دارو، مثلا من نمیتونم با یه دعایی با یک شفاعت یک اسمی سبقت بگیر بر اسم دیگری، مثلا من اونجا شفا پیدا بکنم؟ خب دقیقا تجدید سنت الله تبدیل تمام قواعدش نگه میده. حالا من اتفاقا میخوام بگم این تأکید شفاعت تأکید بر سنت الهیه، تأکید بر سببیت، این نه نقض سببیت. خب این سبقت اسما به هم دیگه است، نه نقض حکم اسما. خب نه نقض حکم اسما. ببینید این داستانایی که نقل میشه باید اجتهادی نقل بشه. یه موقع از نه حالا بالا منبری اشکال نداره واقعا، آدم میخواد بگی که این چیزا رو رعایت بکن. آدم تو منبر یا حالا همه معتقدات خودش رو قرار نیست بیرون بریزه، ولی داستان باید اجتهادی باشه. من برای همین میگم داستانها رو هم باید مجتهدین نقل کنن. خب دقیقا یه سنتی برای یک سنتی، یه اسمی برای یک اسمی، حائل شدنه به دلیل شرایطی که خود مولا داره. حالا توضیح هم بدن بعد عرض میکنم. اون یه بحثیه به نام وجه خاص. ببینید اینی که حالا اینو بعدم میگم، اگه مجددی سوال کردیم میگم به نام وجه خاصی، بحث بسیار مهمیه که تو همین بحث اسم همینو درست میکنه، بحث وجه خاص. من و خدا اینجوریه، من و خدا یعنی منحصراً در بحث شفاعت نیست ارتباط ما با خدا، یه بعد وجه خاصی داریم ما. ببینید تو شفاعت های دنیوی خب معلومه این شفاعت از شفع و معنی جفت شدن، یه جفتیتی این وسط باید درارید. خب ببینید ما یک قانونگذار داریم، دنیویشو نگاه کنید، یه قانونگذار داریم، یه قانون داریم، یه جزای مترتب بر قانون داریم، درسته؟ این مولای قانونگذاره، یک قانونی میگذارد، حالا سنتی میگذارد و یک جزای مترتب بر این قانون، که هر قانونی چون تولید عنوان مجرمانه میکنه، حالا اینجا هم تو پرانتز من اینو عرض کنم، بارها هم عرض کردم، اینا یکی از اشکالی که ما با این بغلیا مجلسی آدم ها داریم حجم قانونگذاریه، حجم قانونگذاری تولید عنوان مجرمانه میکنه، هر یه قانون تولید عنوان مجرمانه میکنه، چون یه جزا باید برش دید و یعنی بر قانون جزا بار نشود اصلا این قانون حکیمانه نیست. شما باید بگی اینجوری بکنی اینجوری میشه، خب نمیتونی بگی آقا اگه اینجوری بکنی دیگه حالا دیگه خودت میدونی دیگه، حالا هر جوری ممکنه بگی این دیگه اصلا قانون نیست اصلا. یا مثلا اسماء الهی نتیجه داره، مثلا اسم غفور رو شما رو شما عملیات انجام بده شما بخشیده میشی دیگه، نمیتونی بگی که اسم غفور عملیات میده هیچ نتیجه هم نمیده، مثلا هیچ نتیجه این طرف اون طرف نمیده. ازا تونلی ما برای همین یه دعوایی که با این معاملات قوانین نداریم، البته معاملات قوانین قبول دارن، اینا اشکال آیین‌نامه داخلی مجلسه، اینم خودش یه اشکال سیاست گذارانه است که آیین‌نامه داخلی مجلس رو خود مجلس باید عوض بکنه، برای همین رأی نمیده. یعنی چون یا آقا شما حق نداری مثلا قانون تولید بکنی اینقدر، بعد میذارن تو شور یا حق داریم قانون تولید بکنیم یا نه، میشه نه حق داریم قانون تولید کنیم. خب این سه تاست. ببینید مستشفع با شفیع تو این نظامات دنیوی کاری که میکنه اینه که میاد یا در حقیقت سومی یا دومی رو نقض میکنه که منجر میشه به نقض اولی اصلا. خب یعنی میاد یه کاری میکنه با مستشفع، مستشفع با شفیع، کسی که داره شفاعت رو میخواد بگیره، میاد یه کاری میکنه، یا قانون نقض شه، قانون تخصیص برداره نسبت به این، خب
یا اینی که فرض فرمایید این قانونه مثلا تخصیص بر نداره، یه جوری از جزا این فرار کنه، او از مجازات این فرار کنه. در هر دو حالت این قضیه این نقض مولویت مولاست، یا مولا این حکمتش یه جوری بوده ندیده قانون شامل گرفته، او اینو سنت کرده بی خودی، یا اینی که به هر جهت اینا تونستن یه کاری بکنن که اون قانون نقض بشه، به قانون نقض شده است به عبارتی. خب و این مجموعه یه همچین اتفاقی رقم میخوره تو ارتباطات مستشفع با شفیع، که شفیع قانون نقض کنه لذا مولویت مولا رو تخریب میکنه. سخن در این است که شفاعت در منطق دینی کدوم این کارا رو میکنه؟ آیا دایره مولویت مولا رو خراب میکنه؟ آیا قانون رو خراب میکنه؟ یا جزای متعلق بر قانون رو خراب میکنه؟ کدوم رو کدوم تو کدوم اینا دخالت میکنه؟ یه جواب بدید. جواب دیگه هیچ کدوم نمیتونه خراب کنه. نکته بامزه‌ش اینه. عملاً هیچ، نه قانون خراب، نه سعه قانون خراب میشه، نه مولویت مولا هم بین میره. خب این همون چیزیست که داره تو دعای سحر میگه به واسطه، من اینجا یه مختصری بگم یه مفصل ترشو، به واسطه وجود اسماء در تراتیب مستشفع و شفیع، شفیع و مستشفه با هم دیگه یک اتفاقی درشون رقم میخوان، یا هر دو با هم یا یکی، مثلا اقتضایی ایجاد میشود درش. مثلا فرض فرمایید که تزلل عبد، خب مثلا شما الان ببینید یک اسمی میخواد روی این کار، حقیقت توبه شفاعته، اصلا خود اسماء دارن شفاعت، شفاعت یه آدمی رو در نظر نگی، شفاعت اسماء. آقا فرض کن یه اسم میخواد روی علی‌الظاهر این اسم داره روی این بنده پیاده میشه، اسم منتقم الهی، خب طرف داره چیکار میکنه؟ یک تزللی از خودش به خرج میده. خب این باعث میشود که اسمی سابقه بر این اسم، مثل رحمت و غضب که میگم یه اسم سابقه بر این اسمه، این به واسطه این اسم، این اسم سبقت میگیره، اون اسم کماکان داره کار میکنه، این اسم هم کار میکنه، تو این اسم زیر پر اون اسم هستن، خب این داشتشو از اون اسم داره میگیره. شما ببینید در دعا میگید که خدایا در حقیقت الهی امکان قدنا عجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، من اقرار یعنی به گناه رو میکنم توسل. توسل به چی؟ توسل به اسم. خب باعث میشوم که نه نقض قانون، نه مولویت مولا، نه جزای حاصل بر اون قانون، عملا اسم دیگری داره سبقت میگیره بر اون اسم. اون اسم در حقیقت، حالا شما میگید کانال جدید میزنه، درسته. خب به عبارتی مستشفی شمول قانون داره خارج میشه، بله. این تخصیص نیستا. خب عملا قانون جدید، اسم جدید، رفتن سراغ اسم جدید، جوشش اسم جدید دیگری در این ارتباط، خب ارتباط شخص است با اسم، این میشه شفاعت های اسم. منتها مراتب حواستون باشه روی قول الله شفاعت و جمعی ها باید نگاش کنید، نه رو چیز دیگری. این تقدم اسما به هم دیگه است. تکوین خدا هم همین جوریه، تقدم اسما بر هم دیگه، این شفاعت های تشریعی در اون عالم هم از همین قسم تکوینیه که روی شفاعت اسماء صورت میگیره، خب نه رو الحاد اسماء. حالا بعدا یه تعبیر ما داریم یلحدون اسماء، یعنی اسماء از چیز خارج شن، از قاعده خارج شن که الحاد اسماء میشه. قرآن اینو به عنوان
در حقیقت یه معنا میگه، یعنی الهاد اسم. خب به کسایی که میخوان اسما رو یلحدون، اسما میخوان اسما رو به الهاد بکشونن، یعنی از اون توحیدیش خارج بکنن، میشه الهاد اسم. دیدید دیگه از الهاد اسم، الهاد اسم. قرآن خیلی کتاب مهمیه واقعا، نمیدونم چرا نمیفهمیم. تو سوره مبارکه اعراف آیه 180 این بحث ولله الاسماء الحسنی فدعوه و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، که میخوان الهاد ایجاد بکنن تو اینا. درست شاید بودم این منطقه، تو مثال ها حواستون به جهات مبعدش فقط باشه، حواستون به جهات مبعدش باشه. تو قل یعنی قل لله شفاعت و جمعی ها رو تخصیص نزنید، کما اینکه ملکیت رو تخصیص نزنید. ملکیت هم افاظه مثلا چیز نگیرید، مثلا نگاه خدای ملکیتی داده به بعضیا، یا یه شفاعتی داده به بعضیا. اون اذن رو هم همون جوری در منطق اسم بفهمیم و شأنیت و نفسیت. ما میبینیم که شفاعت نه تنها سببیت رو نقض نمیکنه، ملکیت رو نقض نمیکنه، تأکید میکنه. شفاعت به این صورت نه تنها نقض نمیکنه، چون که فرآیند اسم رو داره، هی تو فرآیند اسم، تو همون فرآیند اسم و به اذن داره تأکید میکنه، ولی اینو نقض میکنه. یک چیز رو یه خلاصه ذاتی رو و یک سببیت های فیکس رو، خب که تو باید مثلا این کارو بکنی تا اینجوری بشه، نه اینجوری نیست. تو باید دارو بخوری تا شفا بدی، نه اینجوری نیست. بله شما با این کار یه موقع میخوای حکمت رو بری زیر سوال یا نه. گاهی اوقات اتفاقا مثلا فرض بفرمایید که اینم هست، من یه موقعی هم گفتم باید حکم مواطن رو مثلا امیرالمومنین نگه داره، اینا به جهت الگوییشون باید حکم مواطن رو نگه دارن. اتفاقا مثلا کسایی که خدا بهشون یه قابلیت هایی میده، مثلا اینجوری نیست آب عجد هی تیل ارز کنه، با اینکه تیل ارز کف مقام آقای بهجته، خب یعنی تیل ارز مقام بالایی نیست اصلا. ولی اتفاقا یه بحثی هست، ما اگر یه موقع با دوستان فصل هودی رو خوندیم و راجع به حضرت هود من صحبت کردم، بخش فصل لوتی، اونجا این بحث حکم مواطن بحث مهمیه. خب که نباید موسی چیزی رو نقض کنه، نباید موسی دعا کنه خوب شه، یعنی فقط دعا کنه مثلا دارو نخوره، حکم مواطن باید بمونه بعدش. برای همین از آقای بهجت مشهدش هم باید با چیز بره، باید با خلاصه پا بره، باید با چیز بره، تیول ارزی نمیتونه بره. خب اینا حق اینجور کارا رو ندارم. برای همین است که من یه انتقاد و مایی نسبت به این داستان زندگی پس از زندگی که اصلا غیب لو نمیره هیچ موقع، این لو دادن غیب به این صورت با بیل، این دعر اصلا علما نبوده. برخی هاشون معزون بودن تو برخی از شرایط یه چیزایی بگن. حتما شنیدید آقای فهری، استاد آقای فهری مثلا دوست آقای بهجت بودن، شاگردای مثلا آقای قاضی بودن، نماینده امام بود تو سوریه دیگه. آقای فهری، استاد آقای فهری، داستان شنیدید با آقای بهجت؟ یه موقع میره پیش آقای بهجت میگه که خلاصه حالا چی میگه من نمیدونم، یه منطقی یا بهجت یا آقای بهجت گریه میکنه، اینا علی آقای بهجت تعریف میکنه، یه گریه کرد پیش آقای بهجت، گفت ما با هم شروع کردیم، پیش آقای قاضی بودیم، تو ادامه دادی، چی شد فلان اینا همه اینا، خلاصه تو رفتی ما جا موندیم چه و اینا. اینقدر عجز و لابه میکنه پیش آقای بهجت که آقای بهجت گریهش میگیره، میگه یه چیزی از اون چشمهایی که دیدی بگو، قسمت میدم به تمام این نون و نمکی که با هم خوردیم،
اونجا بود که آقای بهجت یه غیب رو کرد، گفتش که امام رضا به من فرمودند که مگه میشه کسی به سمت ما پناه بیاره ما پناهش ندیم. این غیبی بود که لولا اینا نه مگه میشه کسی ما پناه بیاره و ما پناهش ندیم. رعفت امام رضاست و این رضای امام رضاست. این اصلا حکم مواطن رو نگه داشتن برای آدم هایی که موطنهای بالا پیدا میکنن یه ضرورته. مثلا یه نفر دیگه ممکنه تیول عرض بکنه، طوری هم نباشه. آقای بهجت بخواد هی تیول عرض بکنه طوریه، یکی باید احکام مواطن رو نگه دارن. لذا حضرت علی باید بره جای پیغمبر رو خواه بدونه، این که بدونه نباید بدونه. خودش ها میتونه بدونه ولی اذن نداره در دانستن، چون حکم موتن باید حفظ شه. این بحث دیگه است اینا. ولی ذاتی باشه، سببی باشه، فیکسه. هیچ انگار اسما همینجوری اومده، هیچ اسم دیگه سابقه بر اسم دیگه نیست، نه اینجوری نیست. این هم ممکنه واقعا با دعا شفا پیدا کنه، دارو هم نه، حکمت خدا هم نمیخواد زیر سوال ببره. آدمی هم نیست که مثلا فرض کنید حکم موتن رو مثلا بخواد نگه داره. خب مثلا آدمش در این سطح نیست، سطح آقای بهجت نداره که بخواد حکم مواطن رو نگه داره. خیلی خوب، نمیدونم این توضیح مختصر تا حدی جا افتاد یا جا نیفتاد. انشالله جا افتاد. نیاز به مقایسه داره، نیاز به تکرار داره، نیاز به هی بحثا رو از زوایای مختلف نگاه کردن داره، ملکیت و هی تو قرآن دنبال کردن داره. اگه میگن ولا یکن همک آخر از سوره، همه تو نذار همینجوری کلنگی قرآن بخون برو جلو. یعنی رسید به ملکیت، رسید به شفاعت، رسید به اینا. این مباحث رو این مقداری خلاصه حضم کنید، جزمش بکنید. اینا دارم توضیحات دقیقی خدمتون عرض میکنم، انصافا توضیح دقیقیه. توضیحاتی که داریم عرض میکنم خدمتون چجوری از ملکیت شفاعت به اذن نتیجه گرفته شده، عملا داره توضیح میده اون شفاعت به اذن. و جایگاه اون موقع این توحیده که شما نفی قوانین اقتصادی میکنید. ببینید از اینا میخواد چه خروجی بگیره مهمه. اصلا نقش آیت الکرسی در سوره بقره، من یه موقعی هم گفتم، میخواد قواعد اقتصادی رائج رو حذف کنه. خب شما تا بحث آیت الکرسی واقعا این منطق جا نیفته، اونو شما نمیتونید حذفش کنید. بینه دارید گلواجه میگید، خب دارید از خودتون حرف میزنید همینجوری. اینی که بخواهد، بله دیگه، یعنی شما بخواهد ربا رو برداره، بخواهد منطق اقتصادی انفاق محور رو، شما تو این جایگاه میتونید اونو نفیش بکنید. با اینه دارید همجوری رو هوا علوم انسانی چیزی میگید، علوم انسانی غربی میگید، درش هم میرسید یه تعارض درونی کلن دارید احساس میکنید خودتون با خودتون. خب اینا رو باید با آیت الکرسی، نه با فهمش، قلبیش کنید. این رو قلبی بشه ایمان، ایمان بشه اونا رو اون منطقهای ربوی دیگران رو نفی کنه، منطق خودش رو جا بندازه. سیستم عاملتون باید بشه آیت الکرسی که هم کثرت رو نگه دارید، وحدت رو نگه دارید، مالکیت رو نگه دارید، شفاعت رو نگه دارید. توضیح سیستم عاملتون این بشه، اون بحث میاد بالا. ولی اگه سیستم عاملتون این نشه، خاصه چیزی نمیاد بالا، بیادن بالا چیزی به درد بخوری نمیاد بالا، یه دموی نمیاد بالا. اللهم صل على فاطمة غبيها فبعدها وبنيها بعد ما حات اللهم كن وليك آل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. روز 28 ماه رمضان انگار همین دیروز بود گفتیم سفره تا باز شود زود گدا می آید. حالا باید خداحافظی کنیم. فنحن مودعو وداع من عز فراقه علینا. چقدر این خداحافظی سخته و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا. ما داریم وحشت میکنیم از این شرایط در بیایم چی میشه. ولزمنا له الزمام المحفوظ. یه زمام و پیمان محفوظی بر ما هست. و الحرمت المرعیه. یعنی عزیز من از ماه رمضان رفتی بیرون بی پیمان نرفتی بیرون و نباید بری. خود این شرایط یه پیمان داره از شما میگیره برای بعد خودش. خیلی حرف مهم. و لزمنا له الزمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون. السلام علي يا شهر الله الأكبر. خدا يا عيد أولياء. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات. أجب لهزات خشي يا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال. انگار آرزوها اومد دم دست و نشرت فيه الأعمال. اعمالی که موجب خوشنودی پخش شد آمد وسط. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو عالم فراقه. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فمال. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. دلم النار شد وقلت فيه الذنوب. گناهانمون کم شد دارو شد.
یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على المحسن وعلى علي بن المحسن وعلى أولاد حسان وعلى أصحاب الحسان رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیان قلب ناظرین امام زمان از ما را ببخش و بیان در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاصه ایجاد قرار خدا این توسلات مناجات ذخیره قلب قیامت و دنیای ما بدن و پدر مادر ما را ببخش قیامت و نسل دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا همه استکبار جهان سر همه ممالک اسلامی کم و کوتاه بفرما. خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام آمد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام و انقلاب معین مسخوش بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما وعدت اجابت برسا مرگ ما جد شهادت در روح خودت قرار نده. زندگی حال مفاد تمس.